بله چشم. با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز و تشکر از ایشان که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. امروز سه‌شنبه 13 فروردین ماه 1440 مطابق با 2 آوریل 2019 446 برنامه از نهمین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم شروع می کنیم. خب امروز 13 بدره، امیدوارم که به همه خوش بگذره و همیشه شاد باشید و سبزه هم گره بزنید، ولی لطف کنید طبیعت رو به گند نکشید و با اون مهربان باشید. برای اینکه من دیدم که همیهنان عزیز در پارک که میرن همه آشغالاشون رو میریزن زمین و میذارن میرن. امیدوارم که این مال زمان بچگی های ما بوده، امیدوارم که الان دیگه همچین چیزی نباشه. عرض کنم حضورتون در شهر ما تا گره زدن سبزه حداقل 2 ماه مونده. ما اینجا میتونیم یخ و برف رو به هم گره بزنیم. زمنان ما هم هرچی سبزه انداختیم برای پای هفت سین مثل سر مبارک ما یه خط در میون سبز شد. خب حالا بریم سر اول روزی شعری هم هست، اینم براتون بخونم بعد بریم سر مطالب وارد. یه شعری براتون انتخاب کردم. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فالو گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و نعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. البته همونطور که عرض کردم این قدم باد بهار در شهر ما 2 ماه دیرتر از شهر شما تشریف میارن باد بهار. خب حالا بریم سر مطالب وارده در این هفته. یک دوستی نوشته عجیبه، از دور نشستی ایراد میگیری، غیر از آیه نحس حالگیری از توی دوست ندیدم. گاهی حس میکنم ماموری، هزاران گرفتار، هزاران خدمتگزار، خدمتگزار ملت دولت، سوژه روزخانی گیر میاری و مثلا افشاگری راست دروغ میکنی. بگو مرامت چیه؟ اگه ایشون نپرسیده بودن بگو مرامت چیه جوابشم نمیدادم، ولی چون سوال کرده جوابشو میدم. دکتر عزیز، شما که نقاشیتان در سطح بسیار بالایی است و چند پورتره از حضرت امام به این زیبایی کشیده اید، 2 تا کتاب فارسی هم بخون تا نحس و روزه را غلط ننویسی. و اما درباره مأمور بودن من، بله من مأمورم و مأموریتم خدمت به عالم انسانی است و به همین دلیل 17 سال است که در مطبوعات ایرانی مثل پیوند مونترال، گاهی هم مقاله های من رو میفرسته برای پیوند ونکوور و هفته در مونترال و شهروند تورنتو و همینطور شفا و رهاورد و 9 سال در میهن تیوی خدمتگزار هم میهنان هستم بدون هیچ گونه چشم داشت و دریافت 1 سنت. و اما درباره روزخانی، دوست عزیز، اگر به خاطر داشته باشی در دوران دانشجویی شما و چند دانشجوی دیگر برای عکسبرداری از مساجد قدیمی شهری به آن شهر رفته بودید و چون دانشجویان دانشکده شما مدرنتر از سایرین بودند و شماها قیافه هیپی ها را داشتید، با مخالفت اهالی شهر و علمای شهر روبرو شدید و شما در مسجد
روزه طفلان مسلم را خواندید و مسلمان بودن خود را ثابت کردید و موفق به تهیه عکس‌های لازم شدید. پس دوست عزیز، تو روزه خوانی نه من. ضمناً دروغ در مرام من نیست و مرام من خدمت به عالم انسانی است، مخصوصاً در این دو روزه آخر عمر. درود بر شما. همیهن دیگر عزیز نوشتند با سلام بر دکتر انصاری، بعد سیر رو هم تسلیت گفتند و که من اون قسمت سیر رو تسلیت رو ازش میگذرم. بریم چون نوشتند من در تورنتو هستم و به برنامه مفید شما راجع به چای سبز گوش داده و چند سوال هست که برایتان دارم. من یک قاشق غذاخوری چای سبز را به همراه چند تکه زنجبیل تازه در لیوان 400 میلی 3 بار در روز میخورم، ولی بدون تعویض محتوا، یعنی چای و زنجبیل رو عوض نمی کنم. یعنی بار دوم و سوم فقط آب توی لیوان میریزم. آیا این احتیاج بدن را در روز حل میکنه؟ عرض کنم تا اینجا بعد خدمتتون عرض کنم هدفتون از این کار چیه؟ اگر هدف برای کم کردن وزن، نه کافی نیست. اگر خدای نکرده مبتلا به دیابت هستید، میخواین قندتون رو پایین بیارین، اون هم اون آبی که روش میریزین اون چای بعدی قدرت اولیه رو نداره. و ضمناً اگر برای کم کردن قند خون استفاده میکنید، مواظب باشید که دچار هیپوگلیسیمی نشید. بعد اگر به عنوان تونیک مصرف میکنین خیلی خوبه، کافیه. بعدشون ادامه دادن گفته شده که دمای آب داغ که روی چای ریخته میشه نباید بالاتر از 80 سانتیگراد باشه، موافقین؟ بله، معمولا بین 60 تا 80 درجه. البته چای ژاپنی و چای چینی هم یک کمی درجه حرارت آبش باید فرق داشته باشه و چای رو باید بذارین، اگر چای ژاپنیه باید 2 دقیقه و اگر چای چینیه باید 3 دقیقه طول بکشه تا چای دم بکشه. تو لیوان هم که میریزین میتونین روی لیوان یک بشقابی چیزی بذارین، نلبکی بذارین که در لیوان رو ببندید برای 2 تا 3 دقیقه. سوال سوم ایشون اینه، آیا چای سفید و زرد هم اکسیده هستند و یا نه چون چای سبز؟ همه چای ها اکسیده هستند، ولی در درجه حرارت و مدت اکسیداسیونشون با هم فرق داره و در نتیجه مواد داخلیشون هم با هم فرق، یعنی میزان مواد داخلیشون هم با هم فرق. یک دوستی هم معلوم نیست، پیام و مسنجری دریافت کردم به عنوان کسی که از فیسبوک استفاده میکنه، نه عکس داره نه اسم داره. ایشون فرمودند که لطفاً بیشتر برنامه مثل چای سبز داشته باشید. چشم، اگر عمری باقی بود حتما. بعد هم یک دوست دیگری هست که خودش یک پزشک متخصصه، گاهگاهی لطف میکنه با من مشورت میکنه. ایشون گفتن که هفته گذشته 3 روز روزه آب گرفتن، فقط آب خوردن و حالا میخوان 1 هفته روزه آب بگیرن و بعد فهمیدن تو چی فکر میکنی؟ البته من هرچی فکر بکنم ایشون گوش نمیده. بهشون گفتم که فقط مواظب باش دچار کمبوده مواد معدنی و ویتامین نشی. و ایشون گفتن نه، خیلی آزمایش کردن و نتیجهش مثبت بوده. و من خدمتش رو عرض میکنم بله، اون کسی هم که خودش از طبقه 15 یا 20 پرت میکنه پایین نتیجهش مثبته، ولی باید مواظب بود
که دچار کم بود، نه از نظر پروتئین اشکال نداره، مواد غذایی اشکال نداره، ولی از نظر الیگو المنت ها و از نظر ویتامین ها کمبود ممکنه بیاری. خب این هم از این. حالا بریم سر برنامه امروزمون. برنامه امروزمون درباره سروز کبدیه. حالا این سروز کبدی چی هست؟ سروز کبدی یک بیماریه که به تدریج نسوج سالم کبد رو از بین میبره و به جاش گره هایی از نسج فیبری جایگزین میشه، بهش میگن فیبروز کبدی. این باعث میشه که به تدریج کبد رو ناتوان از فعالیت هایش بکنه و یک بیماری خطرناک و پیش رونده. فیبروز در نتیجه دچار شدن مزمن به یک مشکل مثل مصرف بیش از حد و یا یک عفونت مصرف بیش از حد الکل و یا یک عفونت ویروسی مثل هپاتیت B و C که باعث صدمه دیدن و التهاب دائمی کبد میشه و در نتیجه باعث تولید سمپتوم هایی میشه که به تدریج در طول زمان، یعنی در زمان طولانی ایجاد میشه و تولید سیروز کبدی میکنه و باعث مرگ سلول های کبدی میشه و در نتیجه بیماری غیر قابل برگشته، یعنی دیگه اون سلول های فیبروز تبدیل به سلول طبیعی کبد نمیتونن بشن. بله. و تولید خب و در نتیجه میشود گفت که سیروز کبدی مرحله پیشرفته بعضی از بیماری های مزمن کبدیه. حالا چه کسانی مبتلا میشن؟ این بستگی به نوع زندگی مردم کشورهای مختلف داره. مثلا در فرانسه از هر 1,000,000 نفر بین 2,000 تا 3,300 نفر به اون مبتلا میشن. یعنی در حال حاضر حدود 700,000 نفر به اون مبتلا هستند که بین 10 تا 15,000 نفر در سال بر اثر این بیماری به رحمت ایزدی میپیوندن. آمار جهانی دقیقی در دسترس نیست، ولی به نظر میرسه که آمار در آمریکای شمالی و سایر کشورهای غربی مشابه فرانسه است. در کانادا حدود 2,600 کانادایی در سال بر اثر سیروز کبدی میمیرند. بیماری در آفریقا و آسیا شیوع بیشتری داره، زیرا بیماری های هپاتیت B و C از بیماری های رایج و بد درمان شده در آنجا هست. تشخیص بیماری معمولا در بین سنین 50 با 55 سالگی شخص داده میشه. سمپتوم های سیروز یا علائمی که بیماری نشون میده. وقتی که بیماری به اندازه کافی پیشرفت کرده که ایجاد سمپتوم بکنه، معمولا عوارض زیر دیده میشن. اول از همه خستگی شدید، بی اشتهایی و از دست دادن وزن بدن. اینها معمولا از اولین علائم هستند. بعد تهوع و اسهال. بعد اضافه شدن حجم شکم بر اثر جمع شدن مایع در حفره شکمی که بهش میگن اسید. بعد جمع شدن مایع در ساق پاها
که باعث تورم اونها میشه و بالاخره خون ریزی در دستگاه گوارش بر اثر فشار خون بالای پورتال که یک اورژانس پزشکیه و بیمار باید بلا فاصله در بیمارستان تحت نظر قرار گرفته و بستری بشه و بیمار دچار استفراغ خون یا مدفوع سیاه رنگ آبی خونه. بعد اکیموز یعنی آبی شدن پوست و خونریزی در صورت در یعنی خونریزی در زیر پوست صورت ببخشید بعد درست می نوشتم و بالاخره خارش که بهش میگیم پروریت خارش شدیده. بعد زردی پوست یا اکتر که میتونه به سمپتوم هایی که قبلی که عرض کردم اضافه بشه. برای کامل شدن تشخیص بیماری سروز یک بیوپسی از کبد باید انجام بشه تا صدمات وارد شده بر اثر فیبروز و میزان آن مشاهده بشه. این بیوپسی معمولا باید در بیمارستان انجام میشه و اول یه تزریق کوچیک میکنن که اون وارد کردن سوزن کلفت درد نداشته باشه، شخص دردش احساس نکنه. بعد اون سوزن میره وارد کبد میشه و یک نمونه برداشته میشه برای مطالعه زیر میکروسکوپ. حالا چه کسانی در خطر مبتلا شدن هستند؟ علل مختلفی باعث تولید سیروز کبدی میشه. بنابراین افرادی که در گروه های زیر هستند بیشتر در خطر. اول مردان 50 سال به بالا معمولا بیشتر در خطرند بر اثر هپاتیت سی مزمن، هپاتیت سی یا سی مزمن و یا سیروز الکلیک. بعد افرادی که دچار یک سندرم متابولیک همراه با اضافه وزن یا چاقی شدید هستند. اون چاقی شدید اینجا بهش میگن اوبزیته و اون شخص بهش میگن اوبز. و بله جمله رو کامل کنم، افرادی که دچار یک سندرم متابولیک همراه با اضافه وزن یا چاقی شدید و مقاوم به انسولین یا مبتلایان دیابت نوع 2 یا کسانی که فشار خون بالا و یا هایپرلیپیدمی هستند، یعنی چربی خونشون بالاست، اینها بیشتر در خطر مبتلا شدن به کبد چرب غیر الکلی هست. حالا چه عواملی باعث خطر میشن؟ عوامل زیادی باعث خطر همراه سیروز میشن، مخصوصا مصرف شدید و مزمن الکل. عامل اصلی تولید خطر برای ایجاد سیروز کبدی همین الکل که همراه با عوامل دیگر رول مهمی در تولید بیماری سیروز کبدی داره. 10 تا 15% الکلیک ها دچار یک بیماری کبدی هست. بعد آلوده شدن به یک ویروس هپاتیت B یا C نیز اینها هم از عوامل مهم دچار شدن به سیروز کبدی. پیشگیری، برای پیشگیری از مبتلا شدن به سیروز کبدی باید در معرض بعضی عوامل تولید خطر
قرار نگیره. مثلا محدود کردن مصرف الکل. 2 جام در روز برای خانم ها، یعنی کمتر از 30 گرم در روز، و 3 جام برای آقایان، یعنی کمتر از 40 گرم در روز. این قانون کانادا برای کانادا، چون اینجا مصرف الکل خیلی بالاست. بعد پیشگیری از آلوده شدن به ویروس هپاتیت B با واکسیناسیون و تحت نظر پزشک بودن پس از آلودگی. بعد استفاده از وسایل یک بار مصرف، مخصوصا سرنگ، و مراقبت از حفاظت برای آلودگی بیماری های مقاربتی، یعنی استفاده از پرزرواتیو برای پیشگیری از آلودگی به هپاتیت های ویرال B و C یا B و C. اینجا برای همین، برای اینکه افراد دچار هپاتیت ها و همینطور ایدز نشن، محل هایی هست که معتادان میتونن برن اونجا و مواد مخدرشون رو اونجا از به خودشون تزریق کنن. سرنگ مجانی میدن و سرنگ ها هم مجانی جمع میکنن. نمیدونم هروینش هم مجانی میدن یا نه. چند راهنمایی مفید. وقتی که تشخیص سیروز کبدی مشخص شد، بعضی راهنمایی های بهداشتی تغذیه‌ای باعث کم شدن بعضی از مشکلاتی که توسط بیماری ایجاد میشه و یا حداقل پیشرفت بیماری رو آهسته تر میکنه مفید هستند. اولیش عدم استفاده از الکل، یعنی قطع کامل نوشیدن الکل اگر هنوز شخص مصرف میکنه. توجه بسیار شدید به سلامتی دهان و دندان و همچنین پوست برای محدود کردن امکان عفونت ها. بعد داشتن رژیم غذایی متعادل و کم نمک. در صورت وجود اضافه وزن، باید وزن اضافه را کم کرد. همینطور در صورت لزوم میزان قند خون بالا، در صورت لزوم میزان قند خون بالا و چربی خون. البته قند خون رو میتونید در دستگاه آزمایش کوچک داشته باشید. من در این بارها خدمت دوستان عرض کردم، همچین دستگاه کوچولویه. این رو اینجا دستگاهش رو مجانی میدن، ولی اون باندلت هایی که توش باید بذارین اونها پولیه و 50 تا حدود 58 دلار قیمتشه، ولی ارزش داره که این 58 دلار رو بدید در ماه و حالا شاید در 2 ماه و قند خونتون رو آزمایش کنید ببینید که، چون مشخص نمیشه. بیماری قند بهش میگن قاتل سکوت کننده، یعنی صداش در نمیاد تا وقتی که این مشکلی ایجاد بکنه. بله، ورزش روزانه مرتب مطابق با شرایط بدنی و سنی شخص. این ورزش روزانه مرتب رو شما میتونید حداقل 30 دقیقه در روز راه برید، و اگر نمیتونید 30 دقیقه راه برید، تقسیم بکنید بر 2 یا تقسیم بکنید بر 3. 3 تا 10 دقیقه در روز راه برید. 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه ظهر، 10 دقیقه عصر. و اگر شرایط بدنیتون اجازه میده برین جیم، اونجا خب مربی هم هست و بیشتر کمکتون میکنه. ولی بهترین ورزش بدنی روزانه مرتب همون راه رفتنه. بیماری سیروز کبدی
یک بیماری غیر قابل برگشته، یعنی دیگه کبد نمیتونه سالم بشه و امروزه هیچ درمان واقعا مفید برای اون وجود نداره مگر پیوند کبد. در مرحله اول باید عامل تولید بیماری رو درمان کرد و فعالیت عوامل شدید کننده بیماری رو محدود کرد. ببخشید. مثل چی؟ مثل اینکه اگر سیروز کبدی بر اثر الکل تولید شده، باید مصرف الکل به کلی قطع بشه. البته گفتنش آسونه، ولی انجامش برای شخص معتاد الکلیک آسون نیست. ولی خب چاره هم نیست، اگر میخواد زودتر بمیره ادامه بده، اگر میخواد عمر بیشتری داشته باشه چاره‌ای به غیر از قطع الکل نداره. بله. بعد اگر بیماری بر اثر هپاتیت ویروسی ایجاد شده، باید درمان‌های ضد ویروس انجام بشه. به طور کلی بسیار مهمه که به عوامل زیر توجه بشه: پیشگیری و درمان عوارض تولید شونده بر اثر بیماری سیروز کبدی، مثل خونریزی گوارشی، عفونت‌های باکتریایی و کارسینوم هپاتوسلولر، یعنی سرطان کبد. تغییرات در نوع زندگی، یعنی تغییرات در مود زندگی. پس از تشخیص سیروز کبدی باید به سرعت به طور اورژانس عواملی رو که عامل و یا همراه بیماری هستند بلافاصله قطع کرد، مثل ترک مصرف الکل. مهم نیست که عامل تولید کننده بیماری چه بوده، برای ترک الکل درمان‌های دارویی و کلینیک‌های مخصوص و گروه‌های کمک کننده وجود دارند. اینجا بهش میگن الکولیک انونیم، انونیم یعنی معتادان به الکلی که شناخته نمیشن، شناخته شده نیستن، یعنی اسم ندارن، کسی نمیگه، خودشون دور هم جمع میشن، یه سری برنامه‌هایی دارن و اون برنامه‌ها رو اجرا میکنن و یک قانون دوازده، یک برنامه 12 قانونی دارن که طبق اون میان مردم میان صحبت میکنن، میگن مثلا من اسمم عطاست، من الکلیکم، کم کردم یا دیگه یه مدتی نمیخورم، این عوارض داشتم. و یک کسی اون که میگه منم این عوارض داشتم، حالا با هم صحبت میکنن و شخص میبینی که خودش تنها کسی نیست که مشکل داره، همینطور از راهنمایی های دیگران هم استفاده میکنه. و همین که بدونه که کسانی هستن که مثلا 6 ماه دیگه مشروب نخوردن، الکل نخوردن، یا بیشتر یا کمتر، این بهشون قوت قلب میده که نخوردنشون رو ادامه بده. البته فقط الکلیک انونیم نیست، چیزای دیگه هم هست برای اونایی که پرخور هستن، برای کسانی که مشکلات دیگری دارن، خب اینو دور هم جمع میشن و با هم مشورت. بله، کجا بودیم؟ اوکی. بله. واکسیناسیون علیه بیماری های هپاتیت آ و ب و گریپ و نوموکوک. اینجا مخصوصا در فصل زمستان که مردم از سرمای اینجا فرار میکنن و میرن به مناطق گرم، مخصوصا ریپابلیک دومینیکن، به اینها یه واکسن دوگانه است که در آن واحد هم ضد هپاتیت آ و هم ضد هپاتیت ب، و به اینا پیشنهاد میشه که
قبل از سفر حتما این واکسن ها این واکسن رو بزنه. اینو گفتم که مثل این که آره اینو گفته بودم ببخشید ترک مصرف الکل اینو گفتم. بعد میره ترک مصرف دخانیات زیرا باعث شدت بیماری میشه از داروها و همینطور موادی که نیکوتین رو وارد بدن میکنند میتونید استفاده کنید. یک پچ هایی هست که میتونید بچسبونید یا یک اسپری هایی هست که توی دهان میزنن یا چیزی شبیه آدامس جویدنی هست، از اینها میتونید استفاده کنید. و همینطور یه پیپ هایی هست که آب و نیکوتین توش میرزین، اون اتفاقا ضررش بیشتر از خود سیگارت خود سیگار. ولی اگه میتونین توش فقط آب بریزین بدون نیکوتین، خب اون کمک میکنه. بعد بریم سراغ بعد از مصرف داروها و مواد مخدر که میتوانند دارای آثار سمی روی کبد باشند خودداری کنید، مخصوصا آنهایی که باید توسط کبد متابولیزه بشن یعنی شکسته بشن. از پزشک یا داروساز کمک بخواهید تا راهنماییتون بکنه. یعنی اگه داروی مصرف میکنید قبل از تشخیص اینکه به سیراز کبدی دچار شدید و حالا که میدونید دچار شدید، مشورت کنید آیا این دارو خوبه یا این دارو رو پزشک عوض کنه داروی دیگری به شما بده، ولی حتما مشورت بکن. اگر اسید وجود داره یعنی مایع در حفره شکمی جمع شده، پزشک داروهای ادرار آورنده برای دفع آب و رژیم کم نمک تجویز میکنه. گاهی فونکسیون یعنی کشیدن آب یا اون مایع به آب غلطه باید بگم مایه یعنی کشیدن مایه از شکم لازم میشه. نوشتم آب برای اینکه به طور معمول میگیم شکمش آب آب ولی آب خالص نیست، مایه یه. اگر سیروز کبدی همراه با هپاتیت مزمنه، باید حتما هپاتیت درمان بشه. برای درمان از داروهای ضد ویروس استفاده میشه. اگر هپاتیت B عامل تولید سیروز باشه، از اینترفرون و یا لامیبودین استفاده میشه. برای درمان سیروز پس از هپاتیت C، یعنی سیروزی که بر اثر هپاتیت C به وجود اومده، از انترفرون آلفا همراه با ریبابیرین استفاده میشه. داروهای جدیدی برای درمان هپاتیت C در دست تهیه هست، زیرا داروهای فعلی میتوانند 50% بیماران را درمان کنند. اگر بیماری های اوتوایمیون فعال هم وجود دارند، باید درمان هایی با کورتیکوئید ها و یا داروهای ایمیونو سوپرسور سریعا درمان بشن. پیوند کبد. سیروز کبدی پیشرفته زندگی بیمار را تهدید میکنه و فقط پیوند کبد باعث بهبودی وضع بیمار میشه. ولی این عمل جراحی بزرگ و خطرناکیه و مدت پیدا کردن یک کبد برای پیوند حداقل 1-2 سالی در آمریکای شمالی و فرانسه طول میکشه. اینجا باید خدمت دوستان عرض کنم که فرهاد مهراد یه خواننده بود از نسل جوانی ماها، بسیار بسیار هنرمند
درجه یکی بود. ما مثل فرهاد کسی رو نداشتیم اون موقع و عضو گروه بلکتس بود، اولین بلکتس یا گربه های سیاه در کوچینین رو برنامه داشتن. خب ما هم جوان بودیم، گاهی می رفتیم کوچینی. البته در اوائل جوانی ما رفتن کوچینی خرجش برای ما سنگین بود، ولی خب بالاخره می رفت. باید به یاد این زنده یاد باشیم که بر اثر سیروز کبدی از دنیا رفت. روان درمانی. سیروز کبدی یک بیماری خطرناک و پیش رونده است و تشخیص بیماری برای بیمار عوارض روانی هم تولید میکنه. یعنی شخص به شوک وارد میشه که بابا داری میمیری. در این صورت کمک های یک روانشناس لازمه که بهش کمک روانی بکنه. طب مکمل. بله، این قبل از طب مکمل، چون گفتم باید طرف خودش آماده رفتن بکنه، اینه که همه دلشون میخوان برن بهشت، ولی هیچ کس دلش نمیخواد بمیره. برای همین اینه که روانشناس باید آمادش بکنه، کمک روانی بشه. حالا بریم سراغ طب مکمل. اول یک اخطار بسیار مهم. سیروز و هپاتیت های مزمن بیماری های خطرناکی هستند و باید درمان های پزشکی اورژانس و طولانی داشته باشند. باید دانست که بعضی از محصولات بهداشتی طبیعی میتونند دارای آثار ناخواسته بد بر روی یک کبد صدمه دیده داشته باشند. بنابراین با پزشک بسیار مهمه که با پزشک یا داروساز مشورت بکنید که آیا میخواهید از محصولات طبیعی به عنوان درمان طبیعی و یا درمان مکمل استفاده کنید. برای درمان 3 گیاه هست که پیشنهاد میشه. اولیش کورکومینه. کورکومین عامل مهمی که تو زردچوبه هست. چندین مطالعه نشون داده که کورکومین که در زردچوبه وجود داره دارای آثار مفید بر روی کبده، زیرا از جمع شدن اسیدهای چرب در سلولهای کبدی که بر اثر استئاتوز هپاتیک یعنی کبد چرب تولید شده جلوگیری میکنه و به طور سنتی برای درمان بیماری های کبدی به کار میره. مطالعات نشون داده که زردچوبه دارای خواص ضد التهاب یعنی آنتی انفلاماتوار، آنتی اکسیدان، آنتی میکروبیان و آنتی توموراله. ببخشید. زنده یاد پرویز قدیریان، دوست عزیز بنده. ایشون عقیده داشت، میگفتش که هیچ دارویی برای کمک به کبد وجود نداره مگر زردچوبه. بعد یک گیاه دیگری هست به اسم سیلیمارین که اون عنصر فعالش هست سیلیبینین. در بیماری های مزمن کبدی که بر اثر الکل تولید شده و یا بر اثر سندروم متابولیک یا مسمومیت بر اثر بعضی از داروها یا مواد مخدر، اساره این گیاه بهش به فرانسه بهش میگن شاردون ماری، با
آرتیش شاید وجود نداره، پیدا نکردن. این گوگل ترنسلیت هم یه چیزای چرت و پرت میگه که اصلا قابل ترجمه واقعی نمیکنه. بله، عصاره این گیاه دارای خواص محافظت کننده و آنتی اکسیدان شناخته شده است. مطالعات کلینیکی نشان داده که دارای آثار مثبت برای ترمیم و محافظت سلول‌های کبدی می‌باشد و استفاده طولانی از آن باعث ازدیاد طول عمر بیماران سیروزی بر اثر الکل میشه. بعد داروی بعدی هست به نام پاناکس نوتوگینسنگ، یک گیاه دارویی کره‌ایه که مؤثر بودن اون این ویترو یعنی در لوله آزمایش ثابت شده و همینطور در چند مطالعه کلینیکی در آسیا. کمک به محافظت و فعالیت‌های سلول‌های هپاتیک می‌کنه، مخصوصاً در بیماری سروز کبدی. خب، برنامه ما امروز تمام شد، یه 15 دقیقه زودتر تمام شد و اونم سیزده به در، کسی برنامه بهداشتی گوش نمیده. برید خوش باشید، 13 رو با قول شهریار، زنده یاد شهریار، گفت 13 یادم میگه 13 رو همه رفتن به در، من خودم 13 هم که از همه عالم به درم. روح شاد، برنامه رو به پایان میرسونیم و با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد، اگر عمری باقی بود در هفته و هفته های آینده در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اگر خواستید راجع به مطلب خاصی صحبت بکنم لطف کنید ایمیل بفرستید و یا طریق مسنجر پیغام بفرستید، من در خدمت شما عزیزان هستم. این چند دقیقه که باقی مونده آقای بهبانی حتما یک چیز جالبی برای شما تهیه میبینن یا تهیه دیدن. روز روزگار به شما خوش، با درود و بدرود.